تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. از اول قرآن که شروع کردیم، آیه به آیه رسیدیم به جزء ششم سوره مائده، الان آیه 32. هر آیه رو چند دقیقه خیلی فشرده و روان و قطره ای تفسیر میگیم. آیه رو با هم بشنویم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. من اجل ذلك میگه به خاطر همین، یعنی یک حادثه تاریخی رخ داده که یه نفر رو کشته، به خاطر یک قتل و یک حادثه حکم خدا نازل میشه. وقتی این حکم خدا برای همیشه هست، مثل که مثلا در یه زمانی جنگ میشه، میگن در خونه ها سنگر بسازید، بعد وقت این سنگر سازی مثلا جزء برنامه یه خانه ها میشه که شهرداری میگه هر که میخواد خونه بسازه مثلا باید مسائل ایمنی کذایی هم باید مراعات کند. یعنی گاه یک حادثه باعث میشه که یک جرقه تبدیل میشه به یک جریان، یک حادثه تبدیل میشه به یک قانون رسمی. من اجل ذالک کتبنا، به خاطر قتلی که واقع شد ما قانون کردیم، نوشتیم بر بنی اسرائیل که من قتل نفسن بغیر نفسن، اگر کسی را بکشد، هر کس انسان را به جز قصاص یا کیفر فساد، یه وقتی کسی قاتل میکشیش طوری نیست، خب قاتل او کشته شما انتقام بگیر قصاص کن، چون او یه نفر کشته شما میکش، یا مفسد فی الارض. اما اگر کسی در زمین فساد نکرده یا قتل انجام نداده، همینطوری کسی رو بکشه، فکر انما قتل الناس جمعی، یا انگار همه مردم رو کشته. حالا این یعنی چه؟ هر که یه نفر بکشه، فکرنما قتل الناس جمعی، یا گویا همه مردم رو کشته. چون یعنی قتل یک نفر بی‌اعتنایی به مقام انسانیته، شاید معنیشی باشه، شاید معنیشی باشه که از نظر کیفر قیامت گناه کشته یک نفر به اندازه گناه کشتن همه انسان هاست، شاید معنیشی باشه. فکرنما قتل الناس جمعی شاید به خاطر باشه که امنیت عمومی رو بمیره، یعنی یه نفر کشته باقی هم دلهاره پیدا میکنن، این سلب امنیت از همه مردمه. یا میخواد بگه بنی آدم اعضای یکدیگرن، این شاید معنیش باشه. یا میخواد بگه که قتل یک نفر زمینه ساز قتل همه هست، یعنی یکی یه نفر بکشه این زمینه هست که دیگران هم بکشه. چون اصل اینه که گفت که اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، یعنی پرده پاره بشه. وقتی یه نفر کش، این حرفی نداره که دیگه هم بکشه، یعنی دیگه دستش با آدم کشی عادت که دیگه باز شد، دستش با آدم کشی باز شد. یا یک انسان میتونه سرچشمه یک نسل باشه، بالاخره همین انسانی که کش اگر همین تنهایی بود، این انسان ازش بچه تولید میشد، بچه‌هاش هم بچه، بچه بچه‌ش هم بچه، یعنی هر انسانی میتونه، مثل حضرت آدم که سرچشمه یه نسلی شد، هر انسانی میتونه سرچشمه یه نسلی باشه. پس شما یه نفر کشتی یعنی سرچشمه رو کشتی، چون هر انسان به خودی خود میتونه بنیانگذار یه نسلی باشه. حالا همین ها محتملاتی است که در تفاسیر اومده. ما گفتیم هر کس کسی رو بکشه، اگر رو قصاص میکشی طوره نی، اگر مفسد فی الارض قاضی دستور داده بکشیش، قاضی عادل
خب حسابش جداست، حساب قاضی عادل و حساب قاتل جداست، اما بی خودی که کسی رو بکشه انگار همه مردم رو کشته. در روایات این کشتن و زنده کردن، بعدم داریم که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی اگر یه نفر زنده کنه انگار همه مردم رو زنده کرده. روایات این معنا رو توصیه دادن، یعنی مثلا امام صادق فرمود نجاها من غرق او حرق او سبع او عدو، یعنی کسی رو از غرق نجات و انقاض غریق کنه، کسی داره در استخری حوضی دریا و دریاچه رودخونه غرق میشه، کسی پرید اینو نجات داد، یه نفر نجات دادی انگار همه مردم رو نجات دادی. یا آتش سوزیه، مامورین آتش نشانی میان آتش خاموش میکنن، یا درنده هست حمله میکنه شما اون از درنده نجات میدی، یا او رو از گیر دشمنی افتاده از دشمن نجات میدی. هر کس کسی را از شر یک آتش سوزی، غرق شدن، دشمن، درنده و مشابه اینا نجات بده، انگار همه مردم دنیا را از خطر نجات داده. یا یه معنای دیگه شده به این که هر کس گمراهی را هدایت کند، اینم یه خودش یک احیاء نفسه، چون واقعش کسی اگر به راه حق بره زنده است. دعاکم لما یحییکم، قرآن میگه پیغمبر شما اومده شما رو زنده کنه. اگر کسی رو هدایت کنه انگار همه مردم رو زنده کرده، مرده رو زنده کرده. اگر کسی رو منحرف کند انگار کسی رو کشته، چون ممکنه کسی رو نکشه ولی کسی رو با یه فیلمی، با یک شبهی، با یک ایجاد وسوسه، تشکیکی بیاد مثلا الغای وسوسه بکنه، کسی رو از راه حق منحرف کنه، او رو معتادش کنه، او رو تارک و سراتش کنه، او رو منحرفش کنه از نظر فکری، اخلاقی، اعتقادی، اونم یه رقم کشتنه. روایات هم داریم که فرماید که طبق روایات این معنا هست که اگر کسی رو، امام صادق فرمود من اخرجها من زلال الی هدی، اگر کسی رو از گمراهی به هدایت دعوتش کنه فکأنما احیاها و من اخرجها من هدن الى ولال فقط قتلها، اگه کسی از هدایت به انحراف بکنه فقط قتلها، انگار کشتسش. خب این روایتش هم در کافی آمده. کشتن یک انسان به منزله کشتن همه انسان هاست، زنده کردن یک انسان به منزله زنده کردن همه انسان هاست. این کشتن و زنده کردن، کشتن را توصیه دادن در روایات به این که انسان کسی رو گمراه کنه، کسی رو گمراه کنه انگار رو کشتسش، و اگر کسی یک نفر رو منحرف کنه انگار همه مردم دنیا رو منحرف کرده. اگر کسی یک نفر رو هدایت کند انگار همه مردم دنیا رو هدایت کرده. خب انسان ها و سرنوشتشون در طول تاریخ با هم پیوند دارن. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یعنی اون حادثه که برای اون بشر آفرید ما برای بشرهای دیگه قانون وضع کردیم، چون این همه انسان ها با یک نگاه به منزله تن واحد هستن. برای جلوگیری از سنگدلی و پرهیز از تکرار کیفر مجازات لازمه، یعنی ما اگر خواسته باشیم قصاص و کیفر نکنیم خب آدم کشی رسم میشه، باید قانون قصاص بیاد، کیفر دوزخ مطرح بشه تا این جلو ناامنی گرفته بشه. من قتل نفسن، این گفته نفسن نگفته من قتل مؤمنن، یعنی جان همه انسان ها از هر نژاد و منطقه باشن محترمه. خب خودکشی های که میشه من قتل نفسن، یعنی کسی رو بکشه لازمه دیگه بکشه، خودش هم بکشه، من اگر چاقو زدم خودم کشتم من قتل نفسنم. خودکشی یا سخت جنین، اینها هم نمونه های از قتله. فقط کشتن انسان دو جا اجازه داده شده که انسان رو بکشه، یکی قصاص، این قاتل باید کشتش، قصاص شده، یکم برای مفسد فی الارض، کسی که در زمین فساد میکنند امنیت را به هم میزنند، اصله دست میگیره میاد مردم رو تهدید میکنه، که داریم که اگه کسی اصله دست کنه من اصلهشو نشون مردم بده برای اون نزنه، این مفسد فی الارضه،
چون تهدید میکنه، امنیت رو به هم میزنه. خب از این آیه معلوم میشه که چقدر انگیزه ها فرق میکنه. کشتن کشتنه، اما یه کسی به قصد فساد بکشه، یه نفر بکشه، انگار همه مردم دنیا رو کشته. اما یه کسی به قصد قصاص بکشه، ولکن فی القصاص حیاتون. ببین یه گلوله میزنی به یه نفر، اگر اینی که زدی به خاطر که چون قاتل بود بهش زدی، ولکن فی القصاص حیاتون، جامعه زنده شده چون عدالت توش پیاده شد. جامعه که توش عدالت هست زنده است، جامعه که توش عدالت نیست مرده است. اگر قاتل رو به عنوان قصاص کشتی این زندگی، اگر یک نفر رو بیگناه کشتی، کشتن کشته نه، نیت من چیه؟ به قصد قصاصه یا به قصد قصاص میکشم یا به قصد خونریزی مظلوم میکشمش. انگیزه ها در افراد اثر داره. خب بعدم آخر آیه میگه که بعد از آیه میفرماد که ولقد جاءت هم رسولنا بالبینات، انبیای ما آمدن دلائل روشنی هم آوردن، اما ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون. بعد از اون که انبیا آمدن دلائل روشن آوردن، بازم یه عده اسراف کردن، یعنی تجاوز کردن. پیداست انسان آزاده، میتونه با داشتن پیغمبران و دلائل روشن بازم گردن کلفتی کنه گوش نده. انسان اراده داره، میتونه راه انبیا رو بره، میتونه راه انبیا رو نره. خب این آیه 32، این آیه ببخشید این آیه 32 سوره مائده تا اینجا کافیه. خلاصه آیه چی شد؟ یک، جریان قتلی در تاریخ پیدا شده، طبق اون جریان قانون وضع شد برای کل بشر. قانون چیه؟ کشتن یک نفر به منزله کشتن همه انسان هاست، زنده کردن یک نفر به منزله زنده کردن همه انسان هاست. یه نقطه. دوم، زنده کردن توسعه داره، کسی رو از دریا نجات بدید، غرق شده رو، آتش سوزی رو، دشمن، درنده، هر که کسی رو از این خطرها نجات بده انگار این کسی رو زنده کرده. همونطور که اگر کسی منحرفی رو هدایت کند انگار همه رو زنده کرده. هدایت منحرف زنده کردن است، گمراه کردن افراد سالم کشتن است. کشتن فقط برای این که خون از بدن بیاد بیرون. اگه کسی فکر سالمش عوض بشه انگار اون مکشته. پس با تغییر فکر منحرف را سالم کنی انگار زنده کردی، فکر سالم را منحرف کنی انگار کسی رو کشتی. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده خودکشی نکنیم، یعنی خودمون منحرف نکنیم و عامل انحراف دیگران هم نشیم، بلکه به ما توفیق بده هم خودمون راه حق را تشخیص بده اونو برویم، هم منحرفین را از انحراف نجات بدیم. آیه 32 تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.